سلام ګران زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ. ګران زده کوونکو، بیا هم زه ستاسو د پښتو د ژبې ښوونکی هلال احمد محرس یم. سلام شاګردان عزیز، امید دارم که همهتان خوب و سری حال باشین. شاګردان عزیز، باز هم ما استاد زبان پښتویتان هلال احمد محرس هستم. ګران زده کوونکو، زموږ د نن ورځې لوست څلورم لوست دی. څلورم لوست صفحه اتمه. ګران زده کوونکو، زموږ د نن ورځې لوست موخه یا هدف څه شی دی؟ ګران زده کوونکو، د دې لوست هدف د ضمیرونو استعمال. د ضمیرونو استعمال. شاګردان عزیز، هدف درس امروزی ما چی است؟ هدف درس امروزی ما در زبان پشتو استعمال ضمایر، ساختن جملات و همچنان ساختن جملات سوالی است. گران زده کوونکو، مخکې له دینه چی نوی درس پیل کړو، راځئ په دې باندې خبرې وکړو چې زموږ او تاسو تیر لوست څه شی و. گران زده کوونکو، زموږ تیر لوست دریم لوست و. زموږ تیر لوست دریم لوست د ټولګي لوست و. ګران زده کوونکو، د ټولګي په لوست کې هم موږ د پښتو په ګرامر کې، یعنی در زبان پښتو چطور ما جملات میسازیم. درس ما درباره ساختن جملات بود. شاگردان عزیز، در درس امروزی ما دو ضمایر داریم، ضمیر متکلم و ضمیر مخاطب. موږ او تاسو په دغه لوست کې په دوو ضمیرونو باندې خبرې کوو، یو متکلم او بل مخاطب ضمیر. وګورئ ګرانو زده کوونکو، زه او بل تا، موږ او تاسو نن په دغو دوو ضمیرونو باندې خبرې کوو. اول ضمیر زه او دوم ضمیر ته. شاگردان عزیز، ما شما بالای این دو ضمایر امروز صحبت میکنیم. زه ضمیر متکلم، معنا من، معنایش چی است؟ من. ته معنایش شما. ما شما بالای این دو ضمایر امروز صحبت میکنیم. دو ضمایر پشتو، ضمیر متکلم و ضمیر مخاطب. شاگردان عزیز، معنای ز کدام ضمیر ز؟ ز ای ضمیر متکلم مفرد است. مفرد متکلم. متکلم چی مانا؟ یعنی وقتی که یک کس صحبت میکنه، صحبت کننده خودش متکلم است. یعنی وقتی که شما صحبت میکنید، به خاطر خود کدام ضمیر به کار میبرین؟ من. شاگردان عزیز، قبل از این که ما درباره این دو ضمیر صحبت کنیم، ما برای شما در ابتدا کلمه ضمیر را معرفی میکنم. ضمیر چی میگه؟ ضمیر کلمه را گویند که بر جای اسم به کار برده می شود. مثلا ببینین، اسم من هلال است. اسم من هلال است. من افغان هستم. ببینین، من افغان هستم. ببینین شاگردان عزیز، من افغان هستم. اینجا ما یک کلمه داریم، کلمه من. این کلمه من این ضمیر است، به جای اسم به کار برده شده. شاگردان عزیز، همچنان ما در پشتو، در زبان پشتو ضمایر داریم، ضمایری که به جای اسم به کار برده می شود.
امروز ما از جمله ضمایر پشتو بالای دو ضمایر صحبت میکنیم، ضمیر متکلم و ضمیر مخاطب. شاگردان عزیز، در ابتدا بیاین در بارای ز صحبت کنیم. ز مانا من. ببینین زمانم هلال دهی، زمانم هلال دهی. ز یو خون کیم، ز یو خون کیم. چی مانا؟ اسم من هلال است، من یک استاد هستم. ببینین کلمه من، کلمه ز بجای چی بکار برده شده؟ بجای اسم گذشته. اسم گذشته چی بود؟ هلال. بر جای اسم هلال کلمه ز را استفاده میکنم. زمانم هلال دی، ز خون کیم. گرانو زخون کو اوست رازی دهم کما کلمه ده، ده ته کلمه. ته پخپل هم یو ضمیر ده، ته ده هم په پښتو ژبه کې مخاطب ضمیر ده. ته معنا شما، ته معنا شما. مثال موک، موک نن، موک نن درس وایو. ما امروز درس می خوانیم. ته، ته کار وکړه، ته وظیفه ته لاړ شه، ته راشه، ته درس وایا، ته کورنۍ دنده ولیکه. ببینین ته، ته مانا شما. کلمه ت، کلمه ت معناش چیست؟ ت معنا شما. ببینید شاگردان عزیز، ما برای شما چند مثال دیگر هم ارائه میکنم تا شما بهتر بدانید که ما کلمه ت را به خاطر چی به کار میبریم. ت یک ضمیر است که به جای اسم مخاطب استفاده میشه. مثلا شاگردان عزیز، اسم شما چی است؟ آفرین، اسم شما علی است. ببینین ما به جای اسم شما کلمه چی استفاده میکنیم؟ کلمه شما. ببینین شما شاگردی خوب هستین، شما کارهای خانگی تان را با وقت انجام میدهید. ببینید نو آلی ما در پشتو میگم. تا یو خو زدکون کهی، تا خپلی کورنی دندی پا وقت سر سر ترسوی. او گوری دل تا دت کلیمه، تا سمانا، تا مانا شما. تا یو خو زدکون کهی، چی مانا؟ شما شاگردی خوبی هستین. ته خپلی کورنی دندی پا وقت سره سر ترسوی. شما کارهای خانگیتان را با وقت یعنی سر وقت تکمیل میکنید. ببینین کلمه ته معنی شما. ز خون کیم، ته زدکون کیی. ببینین ز خون کیم، ز خون کیم. ما براتان این جمله را اینجا می نویسم. ز خون کی ز خون کیم، ز خون کیم. چی مانا ز خون کیم؟ من شاگرد هستم. ز خون کیم، من شاگرد هستم. ببینین کلمه ز با چی ماناست؟ کلمه ز مانا من. ز یک ضمیر در زبان پشتو هست و من هم ضمیر است در زبان
دری. شاگردان عزیز، زم ای هم زمیری متکلم است. متکلم چی مانا؟ متکلم شخصی را گوین که صحبت میکنند، ما متکلم به او میگیم. من در زبان دری هم زمیر است. کدام زمیر؟ متکلم. ت ای هم زمیر است در زبان پشتو، زمیر متکلم نه مخاطب. کدام زمیر است؟ زمیر مخاطب. ت به چی مانا؟ یعنی شما. ببینید من در این جمله گفتم ز خون کیم، من استاد هستم. آله زمیر مخاطب در زبان پشتو ت چی مانا؟ شما. ببینید آله ای را هم در جمله استفاده میکنه. مثال ز خون کیم، من استاد هستم. ت زدکون کیه، ت زدکون کیه چی مانا؟ ت مانا شما، شما شاگرد هستین. ز خون کیم، من استاد هستم. ت زدکون کی، شما شاگرد هستین. مثلا ز حلکیم، ز حلکیم، من یک بچه هستم. من یک پسر هستم. ت یوانجلی، شما یک دختر هستین. مثال ز زوانیم، من جوان هستم. ت معشومی، شما طفل هستین. ببینید شما کلمه ز و کلمه ترا در جملات مختلف با کار برده می توانید. ببینید شاگردان عزیز، من برایتان جملات دیگری هم چه میکنم؟ کلمه ز و کلمه ترا در جملات مختلف استفاده میکنم. مثال ز نن مریضیم، من امروز بیمار هستم. ز زمانا من. ز مصروفیم، مانا چی؟ من مصروف هستم. ت مصروف نه، شما مصروف نیسته. ببینید شاگردان عزیز، ز و ت ای هر دوش ضمایر است در زبان پشتو. ز متکلم مانا من، ت مخاطب مانا شما. شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما، استفاده ضمایر پشتو، دو ضمایر متکلم و مخاطب. شاگردان عزیز، امید دارم که درس امروزی برای شما مفید تمام شده باشه و شما خیلی چیزها را آموخته باشید. شاگردان عزیز، تا درس بعدی شما را با خداوند یکتا می‌سپارم. تا درس بعدی خدا حافظتان. قرآن زکون کو داو زموک دنن درس په دهیل اشتاش تا گچاور تمام سوی او تاسی دیس زکری وی. قرآن زکون کو تربیه درس پوری تاسی پلوی رب سپارم. خورس ده خدای پامان.